سلام دوستان، اینجا فرکانتک و من امیرعلی اسکوچی هستم. با جلسه سوم دوره ICDL خدمت شما هستیم. با اسکیل اول یا هم مهارت اول، یعنی مهارت توی ویندوز، میخوایم با هم دیگه بریم جلو. قسمت شخصی سازی پارت دو رو میخوایم بریم جلو. پارت اول رو با هم حسابی رفتیم جلو، پارت دوم در مورد دیسپلی ستینگ و پرسونالایز هست و یه سری تغییرات جزئی. خب دوستان، جلسه قبل با هم دیگه یکم اومدیم شخصی سازی رو با هم دیگه کار کردیم. اولش اومدیم کلیک راست رو امتحان کردیم، تمام گزینه‌ها رو با هم دیگه رفتیم جلو. حالا جلسه که امروز قراره با هم دیگه انجام بدیم، یعنی یاد بگیریم چیکار رو باید باش بکنیم، قسمت دیسپلی ستینگ هست و پرسونالایز، که خود پرسونالایز موضوع درسمون هست که قرار شد به چند تا پارت تقسیم بشه، یا همون شخصی سازی. حالا دیسپلی ستینگ چیه؟ دیسپلی ستینگ تمام تنظیماتی که مربوط به کل این صفحه هست رو بهش میگن دیسپلی. حالا چون تنظیماته یه ستینگ هم میخوره جلوش، میشه دیسپلی ستینگ. اولین چیزی که ما اینجا میبینیم دیسپلی کالر هست که نایت لایت داره. آقا نایت لایت چیه؟ میاد یه فیلتر زردی رو میذاره روی سیستمتون که اینجا زردش رو میتونیم اندازش مشخص کنیم چقدر باشه. این فیلتر زرد باعث میشه چشمتون تو شب اذیت نشه و خب اون حس خواب‌آلودگی بهتون دست نده موقعی کار کردن باش. واسه اونایی که مشکل چشم دارن واقعا پیشنهاد میکنم که حتما رو حالت نایت مود واسه شب استفاده کنن، چرا بعدا به خشکی قرنیه دوچار میشن. قسمت بعدی اسکیل اند لی اوت هست که میتونید اینجا سایز کل مثلا فولدرا و فونتا همین رو اینجا تغییر بدید یک جا. مثلا اگه من رو 100% بذارم میبینید فایلام همش کوچیک‌تر میشه، حتی اینا هم کوچیک‌تر میشه. اگر روی 150% بذارم همش بزرگتر میشه. روی 125 من راضی هستم، یه سایز نرمال استاندارد داره بهم میده. یه کاستوم اسکیلینگ داره که وقتی بزنیمش شما میتونید عددی که مورد نظرتون اینجا وارد کنید که خودش نوشته این سایز بین 100% تا 500% باشه، که خودش پیشنهاد نمیده، not recommended هست، و اینجا اپلای بزنید. هیچ چیز خاصی نیست. قسمت بعدی رزولوشن. رزولوشن یعنی ابعاد صفحتون چقدر باشه، که این کاملا بستگی داره به کارت گرافیکی روی سیستمتون نصبه. الان مثلا کارت گرافیک من تا 3840 در 2400 ساپورت میکنه، که دیگه مثلا بالاترین کیفیتشه. ولی خب مشکلی که وجود میاره مثلا این واسه صفحه خیلی بزرگه، خب دیگه مثلا این نمیکشه سیستم من. بعد من کیپ چنج رو اگه بزنم میگم رو همین حالت قفل میکنه. مثلا من روی همون 1920 در 1440 میذارم، ازش هم راضیم، یکم کوچیکتر، حتی یکم کوچیکتر، این دیگه خودشه. کیپ تا کیپ صفحه من هست و میتونم استفاده کنم. دوستان در نظر داشته باشین این اول ربط داره به اندازه مانیتورتون، دو ربط داره به کارت گرافیکی رو سیستمتون نصب. مثلا کارت گرافیک من یه کارت گرافیک قدرتمنده، پس قاعدتا تا خیلی از کیفیت ها رو ساپورت میکنه. اگه سیستم شما نداشت یا بیشتر از من داشت تعجب نکنید، روی هر سیستم بر اساس کارت گرافیکشه. یه حالت لندسکیپ و یه حالت پورتریت داره که میتونه صفحه رو به صورت، حالا این به این حالت میگن لندسکیپ. اگر صفحه به صورتی بود که تماما میچرخید بهش میگفتن پورتریت. یه حالت مالتیپل دیسپلی داره که اگر چند تا مانیتور به همدیگه وصل کرده باشین میاد شروع میکنه مانیتورها رو با هم دیگه دیتکت کردن و شما میتونید چند تا حالت ازش بگیرید، که اگه بهم اجازه بده نشونتون بدم خیلی خوب میشه. اینجا اجازهش رو نمیده، که چند تا مودش اینه که فقط اول مثلا صفحه لپتاپ خودتون باشه یا صفحه کیس خودتون باشه بعد مانیتور بعدی، یا اینکه این دوتا یه جوری باشن که هر تصویری که روی میفته رو اونم بیفته، یا اکستند بشن انگار چسبیده باشن به هم دیگه، هر فایل اینور کار کنه اونورم بتونه ببرتش و یه محیط جدیدی باز کنید براش. مدل‌های مختلفی داره که باید حتما خودتون تست کنید تا متوجه بشین. قسمت نوتیفیکیشن از اکشن داره
که تمام کارهایی که به صورت کویک میتونید انجام بدید میتونید اینجا تغییر بدید. با قسمت Add Remove Quick Action میتونید قسمت ها رو تغییر بدید. دوستانی که صفحه لپتاپشون تاچه میتونن حالت تبلت مود رو بذارن اینجا. نتورک برای وایفای یا مثلا وی پی ان و اینا هست که ست میکنید. نوت یه کلیک بکنید روش یه نوت میتونید بنویسید و راحت استفادهش کنید. آل سیتینگ برای تنظیماتتون هست. ایفریم مود برای اینکه همه فانکشن ماژولاتون رو خاموش کنید از جمله بلوتوث، وایفای، نمیدونم اگر ماژول دیگه بهتون وصل باشه. لوکیشن یا همون جی پی اس که مشخص میکنه شما کجای کره زمین وایستادین. و قسمت کویک اورز که میتونید حالا ساعت چیزش رو نشون بده. من اینجا اگه کلیک کنم شما میتونید این قسمت همه رو ببینید. که من اگه گزینه اکسپند رو بزنم شما میتونید تمام چیزهایی که اینجا هست رو کامل اینجا ببینید. اگر من الون ریمو بزنم میتونم اینجا اضافه کمش کنم. مثلا من آقا لوکیشن نمیخوام، مثلا تبلت مود رو نمیخوام اینجا داشته باشم، اینجا آفش میکنم، یه بات بزنم بیام اینجا تبلت مود از اینجا هست میشه. خیلی راحته، چیز خاصی نیست. تمام اتفاق و نوتیفیکیشن هایی که میفته میتونید اینجا تنظیم کنید که مثلا نوتیفیکیشن در مورد اپ بیاد یا نیاد، وقتی صفحتون قفله نوتیفیکیشن داشته باشین نداشته باشین. اگر سیستم وایپ داشته باشین، وایپ کال داشته باشین، روی حالا لاک استریم بیاد یا نیاد و تمام این چیزا. اگر صفحه داپلیکیت کرده باشین که تو قسمت دیسپلی مشخص میشه، تو این قسمت که بهتون گفتم اینجا میتونید تنظیم کنید تو اون قسمت داپلیکیت هم نوتیفیکیشن رو براتون بیاد یا نیاد. و دیگه تو همین قسمت هم میتونید تمام برنامه ها رو مشخص کنید، چه برنامه نوتیفیکیشنش براتون بیاد، با صدا بیاد یا فقط مثلا آیکونش بیاد، آیکونش ریزتر باشه و همه اینا میتونید تنظیمات کنید. قسمت پاور اند اسلیپ برای دوستانی که کامپیوتر دارن واقعا فقط مثلا قسمت اسلیپش به دردشون میخوره، ولی اونایی که لپتاپ دارن نه، قشنگ تنظیمات کامل بهتون میده. دوستان این محیط مجازیه، خب من اگه برم روی محیط واقعی لپتاپم، مثلا این محیط لپتاپ منه، اگه دیسپلی سیتینگ رو بزنم قسمت پاور اند اسلیپ رو برم، خب در مورد تمام قسمت ها که آیا مثلا آن باتری پاور باشه یا مثلا حالت این که وقتی شارژر بهش وصل باشه رو برای میتونی تنظیم کنی، همینطور در حالت اسلیپش هم میتونی تنظیم کنی. یک کمی تفاوت هایی مثلا الان این محیط مجازی من با محیط واقعیم داره. مثلا الان محیط مجاز دارم کار میکنم، ولی تقریبا همشون این همه، هیچ فرقی نداره و میتونی اینجا تغییرات رو انجام بدی که وقتی مثلا when plugged in مثلا turn off after، مثلا بگی بعد 10 دقیقه اگه مثلا اسکرین من کار نمیکرد وقتی تو شارژه، بعد 10 دقیقه مثلا اسکرین رو پاور کن، اسکرین رو خاموش کن، ولی سیستم خاموش نشد، اسکرین رو خاموش کن. ولی میگه اگه بعد 30 دقیقه با این حالت که حتی پاور لپتاپ من داخلش باشه، یعنی تو شارژ باشه لپتاپ من، بعد 30 دقیقه کلا میبرش رو حالت اسلیپ. پس 10 دقیقه فعلا صفحه خاموش کن، 30 دقیقه نه کلا اسلیپش کن. ادیشنال پاور داریم که در مورد بالانس کردن نمیدونم انرژی هست و این چیزا، که مایکروسافت به خاطر این کارش از ویندوز 8 تیک قسمت حالا بهش میگن اکونومی رو گرفت و خیلی بهینه تر شروع کرد به کار کردن در مورد این قسمت و خیلی خوب شد. قسمت استوریج قسمت خیلی باحالی هم هست، میتونید تمام هارداتون اینجا یک بار دیگه منیج بندی کنید، مدیریت کنید و بفهمید کدومش پرتر کدومش نیست. باز این من میرم رو محیط واقعی امتحان میکنم براتون بیارم. اینجا خیلی قشنگ بهتون میگه که مثلا درایو سی من 12 گیگش خالیه، 106 گیگش یوزه. خب انقدر داکیومنت دارم، انقدر اپ دارم، برگرد، انقدر تمپوری فایل دارم، انقدر دسکتاپ همه و باید بدونم مثلا کداش به درم میخوره کداش به درم نمیخوره. بعد اگه مثلا کاتگوری بیشتری بخوام تا پایین برات لیست میکنه. خیلی چیز جالبی، خیلی آنالیز دقیقی بهت میده و حتی اگه بخوای مثلا من الان اینجا
بقیه پارتیشن هم نشونم میتونه بده و به هم بگی حتی تو اونجا در چه اتفاقاتی میفته. ولی کلا در مورد درایو سی صحبت میکنه. برگردیم به هم حالت خودمون. تبلت مود برای دوستانی که صفحه های تاچ دارن خیلی به درشون میخوره، واقعا کار را بندازه. ماژول ها و نرم افزار خیلی خوبی روش میتونید نصب کنید، استفاده کنید و من در آینده سعی میکنم رو حالت تبلت مود یکم بیشتر مانور بدم و خیلی از مبحث های آی سی دی ال رو تبلت مود بریم جلو که قشنگ براتون خیلی چیزا نشونتون بدم چه تفاوت های با هم دیگه دارن. اینو میذاریم برای بعد. مالتی تاسکینگ برای چند تصویری هست و ویرچوال دسکتاپ که اینم کامل بعدا براتون توضیح میدم. قسمت پروژکتینگ و شیر اکسپریانس هم همینطور و اباوت هم که در مورد سیستمتونه که میگه مثلا این ویندوز 10 انترپرایز مال سال 2017 نسخه 3 هست، پرایدت آی تیش اینه، پروسسورش مثلا آی 7 نسل 9 نمیدونم 8 گیگرم داره و این حرفا. این قسمت مجازی سیستم منه، با نرم افزار وی ام ور ساختمش و اصل لپتاپ من اینه که دارم روش بهتون کار میکنم. فقط تفاوتش اینه که اونجا فقط سی پی ام کامل داره میشناسه و اینجا 16 گیگرم دارم. همین. یه چیز خلاصه ترم که بهتون بگم، واقعا ویندوز 10 ویندوز کاملیه. من نمیدونم چرا بعضیا هنوز دارن زور میزنن از ویندوز 8 استفاده کنن وقتی ویندوز 10 به کاملیه. کافی رو قسمت هوم بزنید و تمام قسمت هایی که نیاز داشته باشین تغییر بدین، اونم به صورت سریع براتون میاد. دیوایس، نتورک اند اینترنت، پرسونالایزیشن، اپس، اکانت، تایم اند لنگویج، گیمینگ، ایزیس اف اکسس، پرایوسی، آپدیت اند سکیوریتی، همش برات به راحتی باز میشه. مثلا من الان میخوام قسمت بعدی پرسونالایزیشن درس بدم. رو خود پرسونالایز که بزنم این باز میشه. اگه رو پرسونالایزم بزنم همین باز میشه. خیلی راحت. اولین اختاری که من میده میگه شما نیاز داری که ویندوز رو اکتیو کنی. من در جلسه بعد اولین کاری که میکنم اکتیو کردن ویندوز بهتون یاد میدم با نرم افزارهای خیلی راحت، خیلی درجه یک که حتی مایکروسافت نمیفهمه. ولی در نظر داشته باشین کرک کردن ویندوز فقط تو ایران به درد میخوره. واقعا اگه خارج باشین میتونه مایکروسافت ازتون شکایت کنه و بعد برید تو دادگاه توضیح بدین چرا ویندوزتون کرک کردید. قسمت از این قسمت بگذریم، چون که الان به خاطر اینکه ویندوز من اکتیو نیست هیچ کدوم قابل تغییر نیست. پس میریم قسمت کالر. حالا کالر چیه؟ اگر من هر رنگی غیر ماشاءالله فکر کنم اینم به خاطر ویندوز اکتیو نیست انجام نمیشه و بله همش هم تا آخر به خاطر اینکه ویندوز من اکتیو نیست انجام نمیشه. پس نتیجه میگیریم اول باید ویندوز رو اکتیو کنیم. در جلسات بعد حتما با ما همراه باشین، چون جلسه بعد میخوام ویندوز اکتیو کنم. خیلی کار قشنگه، خیلی کار باحالیه. پیشنهاد میکنم جلسه بعد از دست ندید. تو همین سایت فرکیانتک هستیم، آموزش های هفته به هفته داریم. هفته 2 الی 3 جلسه آموزش به آی سی دی ال براتون میذارم. دسته‌بندی شده است. اول ویندوز رو کامل میریم جلو با تمام جزئیاتش، بعد میریم قسمت ورد، اکسل، اکسس، پاورپوینت و میریم قسمت تکنولوژی که در مورد خیلی از فناوری‌ها صحبت می‌کنیم. فناوری رو با هم دیگه میریم جلو از قسمت کامپیوتر، لپتاپ، گوشه موبایل، بررسی قسمت حتی کنسول بازی. چرا که کسی که قرار آی سی دی ال بلد باشه قرار رو همه اینا یه قسمتی رو بدونه. آی سی دی ال یه مشکلی که داره اینه که عین یک دریا میمونه. خب به نگاه دریا وسطش خیلی زیاده ولی عمقش با عمق خیلی کم، یعنی شما یه اطلاعات خیلی جامع رو به دست میاری ولی عمقش کم میشه. و بعد از دوره آی سی دی ال شما قدرت داری که دوره بعدی ای پلاس بگذرونید، بعدش نتورک پلاس بگذرونید، بعدش دوره شبکه اگه دوست داشتی، اگر نه حتما دوره برنامه‌نویسی میتونید بگذرونید، اگر نه میتونی یه وبسایت نویس خیلی مقدری بشی. همه اینا تو وبسایت فرکانتک موجوده. امیدوارم لذت برده باشین. موفق باشید.